راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رتل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد درود بر شما خیلی خوشحالم که باز هم با هم هستیم و به بهانه حافظ خواندن و سیری در زیبایی شناسی شعر فارسی در فرهنگ ایرانی و در مفاهیم انسانی میکنیم با هم دیگه دو بیت از یک غزل حافظ خوندم برای اینکه خب ورودی مناسبی باشه اما طبیعتا بحثمون رو درباره غزل نخست حافظ و زرافت ها و ظرفیت ادامه میدیم در نوبت قبل بیت دوم رو خوندیم و ماجرای زلف یار بوی زلف یار و ماجرای خون در دل افتادن عاشقان رو مرور کردیم که نمونه های زیادی از این مضمون توی شعر خود حافظ هست یه از آن رنگ رخم خون در دل افتاد خون در دل افتادن رو خودش داره یا در مورد زلف مشروع و بوی زلفش که دیگه فراوان است میریم سراغ بیت سوم حالا در نسخه مشهور دیوان حافظ ممکنه بعضی از شما نسخه از حافظ جورتون باشه که جا به جایی عبیات داشته باشن فرق نمیکنه اون بیتی رو که آغاز میکنم الان میخونم اون رو صحبت میکنیم طبیعتا اگه جا به جایی باشه بعد نوبت اون بیت دیگری میشه که برای شما بیت سوم هست مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها بله اینجا باز یه قصه تصویری روایی هست که با درونیات شاعر تطبیق پیدا میکنه. این ماجرای بازگو کردن درونیات حالا چه احساس باشد چه تفکر باشد و با ابزار تصویر و ابزار روایت ماجرای اصلی هنره یعنی غیر مستقیم بیان میکنه شاعر نمیاد بگه که من حالم اینجوریه شما رو وارد یک فضای تصویری با تدایی ها با خاطره ها با برداشت های مشترکی که با هم داریم با خلق رویاها ها میکنه و شما از طریق دور زدن تو اون فضاست که اون حس و حال رو دریافت میکنید کار هنره دیگه هیچ وقت اون چیزی که قرار گفته بشه به سراحت گفته نمیشه حالا قصه ای که حافظ ازش استفاده میکنه قصه سفر هست اونم با معیارها و هایی که در سفر به شکل قدیم ما آشنا هستیم باهاش که قافله ای کاروانی به سمت مقصدی حرکت میکند در این میانه در مسیر راه به تعبیر امروزی ایستگاه هایی هست که در اونجا توقف میکنن حالا برای اینکه مسافر تازه بهشون ملحق بشه یا مسافری اونجا از گروه جدا بشه یا برای اینکه حالا غذایی بخورن استراحتی بکنن به دلایل مختلف به این ایستگاه های بین راهی در اصطلاحات سفر در متون قدیم و فرهنگ قدیم زبانی ما میگن منزل و به اون مقصد پایانی میگن سرمنزل ما منزل های مختلفی ممکنه در مسیر رسیدن به یک سرمنزل طی کنیم که این منزل به منزل که گفته میشه خب حالا در یکی از این منزل ها نه در یکی از این ایستگاه در یکی از این محل توقف ها راوی قصه کالا مسافر این مسیر بلند هست با معشوقش دیدار میکنه یا مثلا شهر یار اونجاست ایستگاه این شهر قطار توقف میکنه تو ایستگاه با یارش که ساکن اون شهر هستی دار میکنه این قافله در این منزل به خصوص که توقف میکنه فرصتی است برای دیدار من و معشوقم منزل جانان خب طبیعی است این منزل ها هیچ کدوم محل توقف طولانی نیستند محل سکونت هم نیستن تو مسافری، وارد منزل میشی، توقفی داری به اندازه رفع نیازها ها و اون برنامه و بعد از منزل خارج میشی. فرصت دیدار یار محدوده. تو نمیتونی باید دل سیر با یار در این منزل دیدار کنی. مرا در منزل جانان چه امن عیش؟ امنیتی برای خوشی ندارم. امنیت عیشی نیست. چرا؟ چون هر لحظه لحظه حرکته جرس به معنی زنگ قافل است زنگی که به صدا در می اومده وقتی که به آستانه یک منزل می رسیدن و باز وقت ترک کردن اون منزل زنگ باید به صدا در می رسید. علامت بوده من اگه بخوام با تصویر قطار مثلا و ایستگاه های قطار براتون بگم سوت مشهور قطار حکم همین زنگ کاروان رو داره که بهش میگفتن جرس سوت قطار یعنی که را بیفتید بجنبید جا نمونید چمدوناتون رو بردارید حالا فکر کنید این تصویر رو توی ایسکا توقفی داریم یار زیبارو عزیزی که میخوای خیلی باش وقت صرف کنی دلت میخواد که از هر دری باش بگی و از این دیدار لذت ببری و هر لحظه این زنگ به صدا در میاد که بجنبید راه افتادیم ما این هم یادمون باشه پس زمینه ذهنیمون که مسافرت در قدیم از منزلی تا منزل دیگر دشوار بوده حتما به شکل کاروان یعنی گروهی مسافرت میکردن جاده ها هم ناشناخته بوده مثل الان نبوده جاده مشخصی با علائم راهنمایی که زده باشه مثلا کرج از این طرف یا تهران از اون طرف نه هیچ علامتی نبوده زمینی که ناامن هم بوده رهزنانی بودند که اگر تو رو بیپناه می دیدن یا فکر می کردن که امکان دفاع از خودت نداری بود و نبوده تو می بردن حتی گاهی آدم ها کشته می شدن برای همین دست جمعی حرکت می کردن. و هر کاروانی هم محافظانی داشت مأمورانی معمورانی نگهبانانی که اهل جنگاوری و قدرت بودند که یه وقتی دفاع کنن در برابر رهزنان از کاروان اون کاروان ها اومن باروبونهی داشتن و مال اموالی هم با خودشون حمل می کردن. به این ترتیب تو اگر از کاروان جامی موندی دیگه نمیتونستی بدوی بگی خب شما برید من یه رب دیگه بهتون میرسم نه اصلا مسیر مسیری نبود که تو بدون کدوم ور بر باید بری و اونقدرم امن نبود که دل کنی و پس باید با کاروان حرکت میکردی. اینه که دلهوره راوی اینجا بیشتر میشه که که در هر لحظه هر دم به قول خود شاعر جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها محمل بار و بونه رو میگن اون چیزی که حمل میشه حالا امروز میگه چمدوناتون رو ببندید حالا خود چمدون که بسته میشه اینا رو روی باربند ماشین روی اون قسمت خاصی که روی اتاق که پشت شطور یا در جاهایی که تعبیه شده در کاروان بارها رو میبستن که هم وسط را نیفته هم خب بهتر جا بگیره و بتونن جمع و جورتر ببرنش پس بارهاتون رو ببندید یعنی دیگه سفر ادامه پیدا میکنه و تو نمیتونی دیگه اون رابطه آشغانت رو را در این لحظه ادامه بدی لحظه قمنگیزیه که تو بعد از منزل از این ایستگاه خارج بشی و یار تو ودا کنی خب حالا روایت اینه وارد منزل خاصی شدم یعنی ایستگاهی که یار من اونجاست خیلی کیف میده که آدم با یارش لحظات بگذرونه اما امنیتی چون نیست معلوم نیست که کی هر لحظه ممکنه که به تو بگن که را بیفت و این دل دل کردن و ناامنی و بیاعتمادی به زمان باعث میشه که تو زیاد کیف نکنی از این لحظه استراب این که این لحظه گذراست باعث میشه به دلت نشینه خب این قصه به اصطلاح تمثیلی است که حافظ استفاده میکنه که هم میتونه خود موضوع شعر باشه یعنی یک خاطره یک واقعیتی نقل شده باشه که ما میتونیم باش همزاد کنیم خیلی از ما ممکنه که در لحظه سفر اون لحظه که باید رها کنیم اون کسانی که اومدن به بدرقه ما و بریم سوار اوپی ما بشیم بریم سوار قطار بشیم یا اتوبوس داره راه میفته دل نمیکنیم از اون کسی که دوستش داریم توی ایستگاه این لحظه رو خیلی اون تجربه کردیم اما چون گفتم تمثیلیه به قول حالا فرنگی ها سمبولیک هستش سمبولیک یعنی با سمبول ها به تعبیر فارسی سر و کار داریم تبدیل میشه تو ذهن ما این میتونه حدیث جهان باشه و گذران بودن عمر بشر اینکه هیچ لذتی در این دنیا به سبب اینکه مرگ در کمین لحظه های ماست اونقدر که باید به جان آدم نمیشینه اضطراب مرگ باعث میشه زندگی خیلی شیرین به نظر نیاد این هم اندیشه ای که به خیام نسبت میدن دیگه گن اندیشه خیامی اونقدر که خیام تکرار کرده این رو اندیشه بشره هر لحظه امکان داره اون لحظه رفتن باشه پس فرصت ایش نیست اونجوری که تو بخوای مدام به شکل دائمی جوری که کاملا مجاب بشی از لحظات زندگی استفاده کنی از لذت جهان بهره ببری این امکان پذیر نیست چون بدی ماجرای زندگی بشر و تقابلش با مرگ نسبت به این ماجرای سفر اینه که در سفر به هر صورت پیش بینی می‌کنی در مثلا ده دقیقه آینده بسته به اون زمان بندی سفر اعلام میکنن که را بیفتید اما در سفر زندگی معلوم نیست که اعلام میشه قصه مبهم ترسناکیه دقیقا وقتی که خیلی داره بهت خوش میگذره یکی میزن روشونهات که را رفیق و این لحظه ترسناکیه این احساس احساس ترسناکیه ناگهان باید رها کنی حالا درباره این به بهانه خیام یک بار باتون حرف زدم در نوبت های دیگر هم حتما باز از خیام که خواهیم خوند بیشتر براتون خواهم گفت ولی یکی از اندیش هایی که حافظ در آثارش در غزل هاش داره پس در منزل جانان هیچ عیشی امنیت نداره یعنی اعتماد نداره که این لذت ادامه داره این هم جمله پرسشی که اصطلاحا معنی غیر پرسشی داره اصطلاحا میگن که استفهام انکاری است چه امن عیش یعنی امنیتی در عیش نیست سوال نمیکنه که یکی جواب بده جواب در خود این سوال هست دیگه جانان مخفف ترکیب جان جان هست که منظور معشوق هست آنکه همه وجود من رو در بر میگیره جزء مبانی عشق هست چیز دیگه نداریم تویم این بیت که کلمه فریاد و باز مصوبات بلند دور تدایی اون صدای بلند جرس رو میکنه و بریم سراغ بیت بعدی که یه رکوردی هم امروز داشته باشیم دیگه که بگیم از یه بیت بیشتر خوندیم حالا هر هم کم باشه بیت فوقلادی بیت بعدی و بحثنگیز از اون بیت ها که خب یه سری مبانی سلوک عرفانی باید من اشاره کنم تا این بیت کاملا جا بیفته به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها خب کلمه منزل رو اینجا داریم که تو بیت قبلم داشتیم اونجا سفر بود که اصلاح منزل و سرمنزل درش هست از همون سفر در مفهوم طریقت عرفانی استفاده شده و کلا طریقت یعنی راه طریقه سالک یعنی کسی که طریقت عرفانی رو طی میکنه رونده اون راهه دقیقا تصویر تصویر یک مسافرت سفره یکی راهی رو برای رسیدن به یک مقصدی طی میکند آن یکی سالک است عارفی است که مسیر معرفت الهی رو طی میکنه و نهایتش هم رسیدن به اون معرفت است این مسیر هم منازل مختلف داره که در واقع مراحل رسیدن به کمال معرفتی هست که توی منطقه اوتی به هفت شهر تعبیر شده که به هفت شهر عشق میشناسیمش مراحل مختلفی در رسیدن به معرفت الهی هست این مراحل رو باید سالک طی کنه نه تنها باید طی کنه بلکه شرایطش رو باید بپذیره یکی از شرایط مهم سلوک عرفانی این رفتن راه عرفان اینه که پیری مرادی باید باشه که از او پیروی کنی مرسومه که بدون پیر و بدون مراد مسیر رو درست دادم نمیتونه بره حافظ خودش در جای دیگر میگه که قطع این مرحله بی همراهی خزر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی پس مسیر ناشناخته ای است که ممکنه اشتباه بری پس یک خزر باید با تو باشه خزر یکی از جایگاه های شخصیتیش و معرفتیش رهبر بودنه که پیری است که باید از او تبعیت کرد پس حافظ معتقده که یک پیری لازمه که اگرچه مشهوری که حافظ پیری نداشته از خودش را در زندگی حقیقی حافظ اما همینم که نداشته است باز خودش در یک اعتراف شاعرانه هست که حافظ میگه که, که من به خیش نمودم صد احتمام و نشد یعنی خودم به تنهایی بدون پیر خواستم برم ولی نشد حالا تعارف شاعرانه است یا هرچی هست این حقیقت درش هست نکته ای که میخوام اینجا خدمتتون ارز کنم اینه که مرید باید بیچون و چرا از پیر تبعیت کنه یعنی یکی از اصول رفتن در این راه و اصلا یکی از مراحل رسیدن به پختگی و کماد اینه که تو این صبوری و این پذیرش رو داشته باشی که آنچه که پیر میگوید از او تبعیت کنی یعنی نیای بگی که خب شما که میگی من این کارو بکنم دلیلش چیه که پیر بخواد برای تو توضیح بده توضیح بده شاید بپذیری شاید نپذیری اما مسئله اینجا یک آزمون تربیتی و معرفتی است که تو باید پذیرش داشته باشی از پیرت یه قصه خیلی مشهوری حتما شنیده موسا و خزر و همراهی موسا و خزر مبنای اندیشگی همچین بیتایی که در دیوان حافظ هست گاهی به اشاره مستقیم گاهی بدون اشاره این قصه مشهور است که موسا از خز درخواست کرد که او رو به عنوان مرید بپذیره خزر یک سفری میخواست بره موسا میگفت که من با تو باشم و ازت چی زیاد بگیرم خز قبول نمیکرد میگفت من زیاد مرید پرور نیستم و دوست ندارم به با اصرار زیاد قبول کرد که موسا با او باشه اما شرط گذاشت گفت هر اتفاقی افتاد هر کاری کردیم اصلا سوال نمی کنی چون چرا به بسر نمیاری این شرط اصلی همسفر شدن با من اینه که دهنتو ببندی و هر اتفاق افتاد حتی اگر به نظر زیاد خوشایند نبود دخالت نکنی موسا همون ابتدای کار پذیرفت دیگه قصه رو طولانیش نمی کنم. در کشتی سوار شدن که خز اون کشتی رو کف کشتی رو سوراخ کرد و آب داخل کشتی شد و خیلی آسیب بهش خورد موسا خیلی به هم ریخت و گفت که چی کار میکنی؟ چه کاری آخه؟ کشتی مردم سوراخ کردیم اموالشون داره از بین میره خز گفت مگه قرار نبود تو از من سوال نکنی؟ موسا سکوت کرد در جای دیگر در معبری عبور میکردن یک پسر بچه یک نوجوانی داشتهت میشد خیز بدونی که سوالی بکنه یا مقدمه باشه این پسر رو کشت موسا دیگه اصلا باورش نمیشد دیگه این قتل دیگه من چجوری بپذیرم این رو خیز گفت که ببین تو قرار بود سوال نکنی باز سکوت کرد و مرحله سوم دیوار نیمه خرابه بود که توی شهری که حالا از خیز رو موسی پذیرایی نکردیم رو بی احترامی کردن بهشون و اینام چیزی نداشتن که خریدی بکنن حالا هزینه خرد و خوراک رو بدن اینا رو راه ندادن به سر صفرشون یه دیوار نیمه خرابه بود که خیز اومد اون رو ترمیم کرد و درستش کرد موسا با خودش فکر کرد که این حتما میخواد این دیوار رو درست کرده مثلا دستمزدی بگیره و با اون دستمزد بخوایم چیزی بخوریم که اینطور نبود خزر راشو گرفت بره موساد با سوال کرد خزر از دست او عصبانی شد که تو نمیتونی مرید کاملی باشی چون همش سوال میکنی ولی توضیح میده درباره سه موضوع که کشتی اول مالی خانواده ای بود که حکومت میخواست از اونها مالیات زیادی بابت کشتی و درآمد کشتی بگیره این سوراخ در کشتی باعث شد که اینا از مالیات رها بشن چون ظلم بود این مالیات اونا کشتی و آسیب دیده میبینن و مالیات بهش نمیخوره در خواست به یک خونواده مؤمن کمک کرده باش اون پسر هم پسر یک خانواده با ایمانی بود که به راه شر کشیده میشد و اون ایمان خانواده رو به باد که میداد هیچ آینده پدر و مادر رو خراب میکرد و خز با آگاهی و دانایی به این موضوع پسر رو کشت و آن دیوار هم روی گنجی نشسته بود کنار گنجی بود که اگر این دیوار نیمه خرابه به همین شکل میمون یا خرابتر میشد میومدن که این دیوار رو بردارن اون گنج رو پیدا میکنن گنج هم متعلق بود ارسی بود برای یک دو برادر یتیم که باید اینا سنشون به سن قانونی میرسید که خودشون اون ثروت پدریشون رو از پای این دیوار بیرون بکشن پس این دیوار باید سالم میمون تا اینا سنشون به اون سن برس نهایتا حالا قصه افسانه اما میخوام بگم یه حکمتی در این هست که همین حکمتی که در بیت حافظ ما میبینیم حکمت این است هر کاری یک دلیلی داره اگر تو اعتماد داری به کسی که در یک امری پیش میره باید تصور کنی که بی خودی این کار رو نمی کنه. پس اگر مرید هستی و شیخی پیری به عنوان پیشرو به عنوان حالا پیشوا در این مسیر جلو تو حرکت میکنه پا جای پای او بذار و چون چرا نرد به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقان گوید خب دو چیز کاملا متفاوت می شراب خب در فرهنگ فقهی و شریعت شراب نجسه ناپاکه از اون طرف سجاده علامت عبادت مظهر پاکیه اگر پیرت حالا اینجا گفته پیر مقان در مورد مقانم صحبت میکنم اگر پیرت مرادت شیخت میگه که سجادت رو که نشانه پاکی است با شراب آلوده کن این کارو بکن این کار به ظاهر از این بدتر نمیشه دیگه اما بدون که پیرد یه چیزی میدونه که این رو میگه که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها ها پیر تو شیخ مغان یا پیر مغان یه چیزهایی میدونه که این حرف رو میزنه بیخبر نیست از راه و رسم منازل عرفان از منازل عبادت و ایمان با خبره پس بیخبر نیست این مثل دوم میتونه توصیف پیر مغان باشه یعنی بهش اعتماد کن چون بیخبر نیست از منازل مختلف این راه پس شرط مرید بودن رو به جا بیار اعتماد کن به پیرت و حتی اگه کار کاملا غیر و عجیبی مثل آغشتن سجاده به شراب رو از اتخاص انجام بده از طرف دیگر که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها میتونه توصیف مرید باشه یعنی تویی که ادعای مرید بودن میکنی و سلوک عرفانی در پیش گرفتی این طریقت رو داری پیش میبری یاد یعنی باشه خیلی منازل رو باید سپری کنی و تجربه های معنوی کسب کنی سالکی مثل تو نباید بیخبر باشه از راه و رسم منازل عرفانی چرا اینو میگه؟ چون که میگه یکی از راه و رسم های منازل ارفانی اینه که به پیرت اقتدا کنی و اگر پیرت میگه به می سجاد رنگین کن پس بکن این کار رو پس اینجا در مثل هم سالک مستاقش میتونه پیر باشه که ما اعتماد میکنیم که از راه و رسم منزلها ها بیخبر نیست هم میتونه خود مرید باشه که باید از راه و رسم منزلها بیخبر نباشه یکی از راه و رسمها همینه از طرف دیگر پیر مقان هست مق به معنی روحانی در فرهنگ زرتشتی در فرهنگ زرتشتی خب روحانیون مثل بقیه دین ها و مذهب ها محترم بودن اما چون در گذشته تاریخی ما قبل از اسلام دین حاکم و دین رای در ایران زرتشتی بوده این فرهنگ برای ایرانیان وجود داشته و تا قرنها بعد هم مونده اصطلاحات خودشون داشتن که در شعر فارسی که دوره اسلامی هم هست خیلی از مبانی اعتقادات اسلامی هم توش پیوسته شده اصطلاحات و گرایش های فرهنگ زرتشتی و حتی از اون قدیمی تر مهرپرستی در شعر فارسی هست که اجازه بدید در نوبت بعدی که به سراغ شعر حافظ میریم پنجشنبه بعد من به واسطه کلمه مغان یه دوری تو این موضوع بزنم و یک یادآوری از این ماجرای فرهنگ دینی قبل از اسلام بکنم که چطور میشه که مغان راه پیدا میکنه و اصطلاحات دوروبرش چی هست که به جای خود از اونها با شما سخن خواهم